محصلین عزیز، السلام علیکم. لکچر 18 است. در لکچر 18 دو موضوع رو ما میخوایم برای شما تشریح کنم، یکی تاوتولوژی و دیگه اکوولنس. تاوتولوژی به معنای همیشه صحیح و اکوولنس به معنای معادل، که ما باید ثابت کنیم که بیانیه ها چگونه تاوتولوژی هستن یا نیستن، و هم ثابت کنیم که آیا دو بیانیه با هم معادل است یا نه. خب به هر صورت ایره من تعریف میکنم، لازم نیست که من نوشته کنم، وقت تلف میشه. هر بیانیه ای که همیشه صحیح باشه او تاوتولوژی گفته میشه. اما در قسمت اکوولنس، یعنی اگر من دو دانه بیانیه داشته باشم، یکیش پی باشه و دیگهشم کیو، این معادل کیو زمان اینمی پی معادل کیو گفته میشه که پی تیر دو سر کیو این تاوتولوژی باشه. اگر پی تیر دو سر کیو تاوتولوژی باشه، در اون صورت پی معادل از با کیو، که در قسمت اکوولنس یعنی به این معنی چه وقت دو بیانیه با هم معادل هستند. ردیق بفهم این معادل هستند، باید بدانیم که آیا پی تیر کیو تاوتولوژی است. اگر تاوتولوژی است معادل است. به هر حال در قسمت تاوتولوژی ما یک مثال کار می نشان دهید که بیانیه زیل تاوتولوژی است یا خیر. کدام بیانیه؟ بیانیه را نوشته میکنیم، استاندارتر از کتاب نوشته میکنم که پی تیر کیو سرش خط و پی یا کیو، پی یا کیو و و پی یا کیو، پی و کیو خط اینیره. ثابت میسازم که آیا این تاوتولوژی هست یا نی، اینمی بیانیه تاوتولوژی هست یا نی. و شاگردای عزیز، لطفا این کتاب بخونین و صدها سوال در این کتاب موجود است. که من این ثابت کنم که تاوتولوژی هست یا نی، ما باید جدول حقیقت یا برش رسم کنم. دقت کنین، جدول حقیقت یا جدول حقیقت یاب ما برای پی و کیو رسم میشه. پی و کیو شما که دیگه ببینین تنها پی دارین و کیو دارین، دیگه چیزی ندارین. پی و کیو دو عنصر از چهار حالت داراست. چهار حالت. ما گفتنم اونه که در کمره این طرف خرد معلوم میشه، این طرف کلان، اما چون که کمره یک طرف است، کلش یک برابر است. پی و کیو. خب در این حالت برای ازی که من ای را ثابت بسازم که آیا ای همیشه صحیح است، همیشه طلوع است، باید ای را تجزیه کنم. به چی چیزها نیاز دارم؟ به چیزهایی که من نیاز دارم پی تیر کیو است. پی تیر کیو. ای را باید بفهمم. دیگه به چی نیاز دارم؟ به پی تیر کیو، با مکملش، یعنی که سرش خط، یعنی خط مکملش، و ایام ضرورت دار میرم بفهمم، و پی یا کیو را بفهمم، پی یا کیو، با ایام ضرورت دارم، و پی و کیو را بفهمم، پی و کیو، با ایام ضرورت دارم، تیر تی خط دارش که مکملش است، پی و کیو، سرش هم خط، ایران باید بفهمم، ایران باید بفهمم، و بالاخره اینمی وره، اینی وره، ایران بفهمم که بین کل ازی آمده، ایران بفهمم پی یا کیو داخل قوس و و پی و کیو خطش، ایران باید بفهمم که ای چی است. بعد ازی با سوال بفهمم، سوال چی است؟ سوال نشته میکنم پی تیر کیو سرش خط، این خط و داره یاسته، این رو باید بفهمم که خود سوال است. برای اینکه این سوال ما بفهمم که صحیح است یا غلط، باید تمام اجزای از این ما باید بفهمم که صحیح هستن یا غلط، تا از به اساس از اینا ما ثابت کرده بتانم صحیح است یا غلط.
ببینید این را خود دوتا را میفهمیم پیو کیو را که صحیح صحیح غلط غلط true false این را میفهمیم ای پی تیر کیو اول ای دومی یک غلط داره که اول صحیح دوم غلط این دی حالت غلط است دیگه تمام حالت ها صحیح است که ای را ما تشریح کردیم و این خطا که سرش میبینین با معنای از این که یعنی ضد از این کامپلمنت از این به این مفهوم که اگر این صحیح است این غلط است اگر این غلط است این صحیح است اگر این صحیح است این غلط است اگر این صحیح است این غلط است پی یا کیو سه تا صحیح داره یک غلط وقتی غلط است که اردیش غلط باشد این دیاره دیگه یکیشان که صحیح باشه صحیح است و پی و کیو یک صحیح داره که هر دویش صحیح باشه دیگه کلش غلط پی و کیو کامپلمنتش سرش خطا زد ازی اگه ای تی سو اف اگه ای اف اسی تی اف اس تی اف اس تی میم ده ای قسمت ده ای قسمت بین پی یا کیو بین یک پی یا کیو رو پیدا میکنیم پی یا کیو کجاست؟ پی یا کیو اینجاست پی یا کیو و دیگه پی و کیو سرش خط این دو ستون در بین دو ستون کلمه و آمده بین این دو ستون کلمه و آمده و به این منو که یک صحیح داره که هر دوی صحیح باشه اینی صحیست اینی هم صحیست ای دو تای دیگر غلط است ای دو تای دیگر غلط است حالا من در سوال اینو پاک میکنم در سوال ببینید سوالی که تجزیه کنم دو قسمت داره یکی پی تیر کیو اینی داره سرش خط پی تیر کیو سرش خط اینجا است یکی است و یکی دیگه اینی قوس است اینی قوس اینجا داریم اینجا داریم نگاه کنید خوب متوجه باشین یکیش اینجا است اینجا است یکشم اینجاست و بین از اینا کلمه و آمده و کلمه و زمان صحیح است که هر دوی صحیح باشه در غیر از او چی است؟ در غیر از او غلط است حالا ببینیم اینه ای دونانه غلط است کلمه و آمده غلط و ای دونانه که صحیح است صحیح ای دوتا غلط است اینه یکش غلط است یکش صحیح غلط و ای هم که اردوش غلط است ای هم غلط پس بناهن میگویم که اینمی بیانیه تاوتولوژی نیست این وقت تاوتولوژی میشه کلش تی میبود ترو میبود اما دیده میشه که یک تی است نگاهش فالس است بنان این بیانیه تاوتولوژی نیست ما یک مثال در اینجا فرض میکنم میگم نشان دهید که بیانیه های کدام بیانیه های ای رو مزم کتاب نوشم پی تیر کیو کیو خط پی تیر کیو و کیو خط تیر پی خط معادل اند یا خیر بیانیه های اینی چیز معادل اند یا خیر این رو نشان بدیم باز هم ما پیشتر برای شما گفتم که ما باید بدانیم که اصلا اینمی پی تیر کیو آیا با کیو خط تیر پی خط آیا تاوتولوژی است یا نی؟ اگر این تاوتولوژی است خب این معادل است اگر تاوتولوژی نیست معادل نیست باز هم جدول حقیقت رو باید رسم کنیم ببینید اینجا پی اینجا کیو و در اینجا داریم با کیو خط تیر پی خط با یه ضرورت داریم و ضرورت ما ای را گرفتیم به خود سوال که عبارت از پی تیر کیو تیر دو سره کیو خط تیر پی خط
این رو نشان میدیم که آیا این تاوتولوژی هست یا خیر. اینا رو خودتان میفهمین، ضرورت به تشریح نیست. این رو میفهمین که زدیتی هست، ایران میفهمین زدی ازی هست. پس تیری یک سره بین پی و کیو، بین پی و کیو اینی حالت غلط هست، دیگه اینای صحیح است. بین کیو خط و پی خط، این اولی دوم، ایتو تیر بین دو ستون است. وقتی که دو ستون یک تیر باشه، زمان این غلط است که این در این حالت باشه که اول صحیح دوم غلط، غلط است. و دیگه در تمام حالت ها چی هست؟ صحیح است. در این حالت نگاه کنید، این حالت اینی در کجاست؟ این رو نگاه کنید، اینجاست و این که در اینجا هست، این در کجاست؟ این اینجاست. تیر دو سرم بینشان. ببینید تیر دو سر چه مانو؟ اگر دوی صحیح بود هم صحیح است، اگر دویش غلط بود هم صحیح است، اگر دوی صحیح بود هم صحیح، اگر دویش غلط بود هم صحیح. پس میبینیم که این بیانیه ما تاوتولوژی است. وقتی که این تاوتولوژی شد، پس میگویم که بالاخره نشته میکنیم که امی پی تیرکیو که قبلا داده بودیم، این می بیانیه معادل است با چی؟ با کیو خط تیر پی خط. جواب ما بالاخره ایست که هر دویش بله معادل است، بخاطر دیکه نظر و تعریف اینی بیانیه تاوتولوژی است. تشکر. لکچر بعدی را تعقیب کنید.